در ارتباط با تحولات منطقه پس از مرگ اسماعیل هنیه در این لحظه گفتگوی میکنیم با آقای حسین آقایی پژوهشگر و روابط بین الملل و امور استراتژیک. درود بر شما آقای آقایی. با توجه به هشدارهای آمریکا و غرب به ایران در مورد تهدیداتش، این سفر کم سابقه وزیر امور خارجه اردن آیا یه نوع اتمام حجت با ایران؟ درود به شما جناب آلادین و درود به مردم ایران. بله، به نظر میرسه ما الان در این وضعیت بسیار بسیار خطرناکی که منطقه باش روبرو هستش، در فاز ابلاغ آخرین هشدارها و پیام‌ها به جمهوری اسلامی از طرف آمریکا به صورت غیر مستقیم هستیم، از طریق همین میانجیگرها مثل مصر و اردن، و دارن تلاش میکنن آمریکایی‌ها ضمن اینکه با ارسال یک سری ادوات و تجهیزات نظامی، با اعلام حمایت علنی قاطع خودشون به لحاظ نظامی از اسرائیل، در این حال که این کار رو انجام میدن این حمایت خودشون رو اعلام بکنن، سعی میکنن سیگنال هایی رو بدن از طریق نظامی که جمهوری اسلامی تحرکات آمریکا رو به لحاظ نظامی ببینه، منصرف بشه از انجام یک بازی با ریسک بسیار بالا و خطرناک، دادن یک پاسخ متناسب به اسرائیل. در این حال در فاز دیپلماتیک هم دارن علاوه بر اون اقدامات نظامی تلاش میکنن که جمهوری اسلامی منصرف بشه، حتی شده در دقیقه 90 تحت فشار از اینکه بخواد یک واکنش متناسب، مستقیم و دردناک و قاطع به اسرائیل نشون بده و عملا این قضیه منجر به جنگ تمام ایالات تو منطقه نشه. خب شما اشاره کردید به اینکه دارن تلاش میکنن که در واقع جمهوری اسلامی رو منصرف کنن. جمهوری اسلامی تجربه بهش نشون داده که هر اقدامی علیه اسرائیل انجام داده، اسرائیل یه ضربه دقیق و حساس بهش وارد کرده. آیا با توجه به اینکه در یک دوراهی قرار گرفته، هم باید پاسخ بده برای اینکه گروهای نیابتیش رو ناکام نذاره و هم اگه پاسخ بده ممکن هست یک پاسخ جدی از اسرائیل دریافت کنه، آیا ریسک این رو میپذیره که این وارد این پاسخ و این در واقع نبرد بشه؟ دقیقا همین است. الان جمهوری اسلامی به نظر میرسه در وضعیت دو سرباخت است، یه بازی که دو سرباخته برای جمهوری اسلامی. اگه بخوام دقیق تر بگم، جمهوری اسلامی در تله استراتژیک یا بازی زنجیره واکنش اسرائیل گرفتار شده. این تله استراتژیک جمهوری اسلامی رو تو یک وضعیت مخمسه و بسیار بسیار معماگونه قرار داده، به این معنا که در نتیجه سلسله عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی محدود و هدفمند اسرائیل در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته در چارچوب دکترین اختاپوس و در چارچوب دکترین مابام و مشخصاً الان به خاطر کشش شدن اسماعیل هنیه، جمهوری اسلامی مجبوره بر اساس قاعده بازی برای احیای بازدارندگی از دست رفته خودش، برای تعیین قواعد بازی مطلوب خودش در تقابل با اسرائیل، همون پاسخ متناسب و قاطع و دردناک و مستقیم رو نشون بده. ولی مشکل جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره کردید این هستش که اگر بخواد بره اون پاسخ متناسب رو نشون بده، پاسخ متناسب دقیقاً معنا داره در این قاعده بازی، یعنی یک واکنش نظامی چند جبهه‌ای ترکیبی، احتمالاً وقتی که حزب الله درگیر بشه، حوثی‌ها، حتی حمله از درون خاک ایران با پهباد و موشک به سمت اسرائیل برای زدن مواضع نظامی حساس اسرائیل، برای زدن حتی مواضع غیر نظامی به قصد گرفتن تلفات، مشابه روش بازی اسرائیل برای اینکه بتونن در واقع این واکنش رو نشون بدن. ولی اگر این کار رو بکنن جنگ میشه و اسرائیل در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی به احتمال زیاد موازی رو در خاک ایران هم مورد حمله قرار خواهد داد، احتمالاً پالایشگاه نفتی، تأسیسات برق یا حتی تأسیسات اتمی، ولی مشخصاً فکر می‌کنم پالایشگاه و تأسیسات برقی رو مشابه اون چی که اسرائیلی‌ها در بندر حدیده انجام دادن برای اخطار به حوثی‌ها، این کار رو در داخل خاک ایران انجام بدن. پس این سناریوی جنگ است اگه بخواد جمهوری اسلامی بازی با ریسک بالا و خطرناک انجام بده. اگر این کار رو نکنه، طبق قاعده بازی ضعف است و بازوی افراشته اسرائیل در چارچوب دکترین اختاپوس باز هم مکانهای خاص و افراد خاص رو در داخل خاک ایران و در منطقه مورد حمله قرار خواهد داد. این بازی دو سرباخت برای جمهوری اسلامی است. حالا جمهوری اسلامی به نظر من تصمیمش روی کاغذ احتمالاً این هستش که اون بازی با ریسک بالا و خطرناک رو انجام بده. روی کاغذ جمهوری اسلامی میتونه بازی با ریسک بالا و خطرناک انجام بده، ولی در دنیای واقعیت چون قدرت‌های بزرگ در واقع تصمیم گیر هستند در درجه اول، فشارهایشون رو دارن به صورت حداکثر روی جمهوری اسلامی میارن که منصرفش بکنن. بنابراین الان توپ در زمین جمهوری اسلامیه. ممکنه در ساعات آینده، همین ساعات پیش رو،
فشارها وقتی بیشتر بشه در نهایت جمهوری اسلامی در برابر فشارها تسلیم بشه و یک واکنش نمایشی کنترل شده و هماهنگ شده و قدرت‌ها رو نشون بده و بعد اون واکنش کنترل شده‌اش رو جا بزنه که مثلا واکنش خیلی متناسب بوده. محکم بوده.